به نظر شما در مجموعه عناصر که یک فیلم را تشکیل می دهد کدامین عناصر یا اجزا برای نشان دادن زبدگی و عظمت یک فیلم نقش اصلی می دارد؟ به طور عمومی اگر ما نظر انداز شویم به موضوع هنر، به خصوص هنر سینما یا هنر افتم که تمام هنرها را در بر دارم، هر شعبه از این اهمیت بسزایی دارد در ساختار یک فیلم موفق و خوب و قابل تماشا یا قابل تمجید. ده شعبه سینما باید همش دست به دست هم بده و باید بگویم که کار یک تیم است. It's a teamwork در انگلیسی میگنش سینما هم مدرست و سه شخص رول عمده و اساسی را داره که اول کارگردان است که کپتان کشتی است و او را مثال میدن اکثرا که یک کارگردان مثل یک پرنده است که دو بال داره، یک بال راستش کامرمن یا فیلمبردارش است و بال چپش ادیتر یا کسی که فیلم مونتاژ میکنه. شما در مجموع فیلم های سینمای هند به چند بخش و کتگوری تقسیم میکنید؟ سینما خود دو نوع است به طور عموم. یکی سینمای کمرشل یا مینستریم سینما میگنش که در مجموع در تمام جهان مقسمت شده؟ بله، در تمام جهان. و یکی فیلم های آرت یا به اصطلاح افغانی ما هنری برش میگن. به نظر من فیلم های کمرشل هم فیلم های هنری هست، منتها سوژه یا داستان مبتذل داره یا خواست یا الهام فیلم و قدر قوی نیست یا موضوعات تفرید و زیادتر گنجانیده میشه. دیگر به دو حصه تقسیم میشه. باز فیلم های کمرشل به چهار کتگوری تقسیم میشه و فیلم های آرت هم دو نوع ساخته میشه که یکی فیلم های مستند است، یکی فیلم های فکشن یا داستانی با آزادی های سینمایی. بله. به نظر شما کدامش بیشتر بازار داره؟ بازار خود سینمای مبتذل زیادتر داره، بله، چون موضوع تفرید و گنجانیده میشه زیادتر. موضوع فیلم های آرت یا هنری و زبان عامیانه خود ما بگویم همیشه با مشکلات مواجه. سینمای فرانسه به یک بسیار مشکل اساسی واقع است که فعلا سینمای فرانسه تحت تاثیر هالیوود یا سینمای تجارتی امریکا رفته و میره، چون بنیاد هر تجارت و بزنس پول است. در سینمای هنری یا آرت پول بسیار کم موجود است. شما میتونید زیباترین فیلم رو بسازید اما بینندهش خیلی کم است و به می اساس سینمای فرانسه به بسیار مشکل عمده و اساسی مواجه است. شما سینمای افغانستان چه قسم بررسی میکنید و چه پیشنهادهایی برای بهبود کار سینما افغانستان؟ بله، ما همیشه که گفتیم دوستا و وطنهای ما ناراحت شدن، ناراض شدن، فکر کردم که من خدا را خواستم میخوام توهین کنم، اما ما سینما نداریم، سینما وجود نداره. برای موجودیت سینما ما همیشه کوشش کردیم که برای دوستا بگویم که وقتی که ما سینما میگیم مثل از اینکه ما شفاخانه بگویم. یک شفاخانه به دکتر ضرورت است، با مواد خام دوا مواد طبی ضرورت است، با لابراتوار ضرورت است. تمام امکانات از این که جمع میشه ما میگیم که ما یک شفاخانه مجهز یا حداقل یک شفاخانه داریم. در افغانستان اشخاصی که تحصیلات که در رشته سینما داشته چند نفر انگشت شمار بودن و همه تیت و پاشان شدن و از وطن دور رفتن. ما به این 20-25 سال اگر کسی خوانده، من اطلاعی ندارم که سینما را تازه خوانده باشه و آمده باشه در افغانستان که مصدر خدمت شود. سینما را باید ساخت. طرحی که من دارم یک اکادمی سینما باید به وجود بیاید که سری پلان و 3 سال از کار میکنم و خوشبختانه که با موانع و مشکلاتی که بود دولت افغانستان قبول کرده که دهی ساحه همکاری میکنن و همون شرایط را که ما گذاشته بودم قبول کردن. به خیال ما ملاقات های با خود آقای کرزایی داشتم، با وزیر اطلاعات فرهنگ داشتم، البته جدید وزیر اطلاعات فرهنگی که فعلا بر حال از آقای خورم. جوابشون
قانع کننده و بسیار مثبت است. مشکلات زیاد موجود است چون خود اساساً سیستم کاری افغانستان فعال نشده به صورت اساسی و به صورت جهانی. مشکل ما در این است که نباید دل سرد شویم، نباید تنها، نباید انگشت انتقاد بگیریم، که ما باید طرح بدیم، ما باید زحمت بکشیم. مثل از اینکه من 4 سال است که در افغانستان هستم، خواستار یک سینما هستم که سینما افغانستان به پای استاد شود، مگر بر از او من قربانی باید بدم. اینال ما باید بگویم که به تنهایی نمیتونم. ما بارها به صراحت گفتیم که همی تعداده که در افغان فیلم مشغول کار هستن، تولید ندارن، کار نیست که قابل ازی باشه که آدم بگویه که بله ما کار هنری داریم، و تعداد اشخاصی که در رادیو تلویزیون ملی هستن. اینا رو اگر جمع کنیم برای ساختار سینمای افغانستان، قسمی که بیشتر در داخل سیمینار هم گفتم، حداقل و 3 برابر از دیگر اشخاص ضرورت داریم که ما سینمای افغانستان رو بسازیم. اما یک تعداد از برادرها و دوستا و رفیقای ما با بسیار دید تاریک و تنگ نظری سنگ اندازی میکنن در کار پیشرفت هنر، فقط به خاطر مفاد شخصی کوچک خود میخواین مفاد افغانستان عزیزه و جوانای افغانستان عزیزه چی در خارج چی در داخل صدمه بزرگ بزنن و زدن تا بالا. ما پلان دارم که اکادمی باید جور شوه و در هر رشته سینما ما باید اشخاص فنی یا پروفشنال داشته باشیم. بسیار خوب. در فیلم بهار امید که اخیراً به دست نشر سپرده خواهد شد و ما خودم شخصا دیدیم، یعنی به نظر شما تا چه حد مهم بوده سیمبولیزم در این فیلم؟ اینال ببخشید، من باید تذکر بدم که فیلم بهار امید کار 4 است در سینمای افغانستان، که 4 فیلم است که من رئیس کارگردان و نویسنده ما این رو تقدیم کردیم برای جامعه افغانی، برای برادرای افغان خود. قبل از اون فیلم های هندی مشغول بودم، بعضی از دوستا با کارهای ما آشنایی دارن. من در 4 فیلم هندی ظاهر شدیم، نقشه اول داشتیم، بعد از کورس کارگردانی را خواندم. فیلم 4 که شما سرش حرف زدین و اشاره کردین به طرفش، فیلم بهار امید، هر کارگردان یک دید داره، یک پوینت آف ویو داره، یک نظریه داره که بیان میکنه. و بهار امید یک فیلم است که از نگاه کتگوری در وقتی که باز چند کتگوری که سینما تقسیم میشه او را بندازیم به کتگوری فیلم های سوشو داکیو دراما میره، که موضوعات اجتماعی را شما با چیزهای مستند یک جا ساخته و دراما را خلق میکنین روی پرده، که توسط صحنه‌های دراماتیک شما میتونین که تاثیرات بالای تماشاچی بگذارین. این حال بهار امید یک داستان است که با آمدن روسا شروع میشه و با ختم طالبا ختم میشه. جریان 30 ساله بیان کردن به 2 سال بسیار مشکل است، محال است. شورت های سمبولیک بسیار ضرور است برای یک سینماگر یا یک کسی که یک ویژن یا یک دید داره. برای دایرکتر بسیار نقطه اساس و عمده است که اینال اگر این رو به روی پرده بیان کنین یا تشریح بتین، فیلم و خاصیت دراماتیک خود از دست میتر. میتونین با یک شورت، مثلا با یک شورت که یک جمله است، 4 سال ما گذاشتیم. بله، تمثیل کردیم.